صحرای تکل مکان در غرب چین پهنه پوشیده از تپه های شنر روان که میدان تمرین درگیری در آبهای بین المللی شده این تصاویر ماهواره‌ای است که هفت روز پیش از منطقه سینکیانگ تهیه شده عکسهایی که گویای آماده شدن چین برای حمله احتمالی به ناوگان نیروی دریایی آمریکاست. ماکت هایی به شکل و ابعاد ناوهای هواپیمابر و کشتی های جنگی آمریکا. تمرینی که برآورد شده در ادامه تلاش چین برای توانمندی از بین بردن ناوهای هواپیمابر است با تمرکز بر کشتی های جنگی آمریکایی. تصاویری که این بار حاکی از پیچیده تر شدن چنین تلاشی است. خطوط نامتقارنی که در این بخش دیده می شود به روشنی نشان می دهد که این ماکتی است از نافشکن کلاس آرلی برک. توسعه بی سر و صدای توانمندی های نظامی، آمادگی دو قوله برخواست از آسیا و غرب برای مشنداختن، همزمان با تداوم تنش میان پکن و واشنگتن و پابرجا ماندن اختلافاتی مثل ادعای پکن درباره حق حاکمیت بر دریای جنوبی و تایوان چینی ها دست کم دو ماکت این نوع ناف شکن را تهیه کردند ناف شکن کلاس آرلی برک از اوایل دهه 90 به خدمت نیروی دریایی ارتش آمریکا درآمد توانایی بالای آن سبب شده تا مثل سنگری باشد برای حفاظت از ناوگروه ها. چین پیشتر از صحرای تکلمکان برای آزمایش های بالستیک استفاده می کرد. برنامه ای که نگرانی شرق و غرب را برانگیخته. ارتش چین اولین شلیک موشک در دریای جنوبی چین را با پرتاب شش موشک بالستیک ضد کشتی دی اف 21 در جویه سال 2020 انجام داده است. محل اصابت آبهای شمال جزایر اسپارتلی اقدامی که آمریکا آن را تحریک نامید در قلمرویی که چین بر سرش با تایوان و چهار کشور دیگر جنوب شرقی آسیا اختلاف دارد. حالا منطقه‌ای که امروز ماکت کشتی‌های جنگی آمریکا در آن دیده شده در نزدیکی محلی است که هشت سال پیش برای آزمایش موشک‌های ضد کشتی استفاده می‌شد. سرانجام این رقابت نظامی روشن نیست، اما از همین حالا می‌توان دید که در بلند مدت چین مهمترین مسئله سیاست خارجی آمریکا باقی می‌ماند. علی خردپیر، بی‌بی‌سی.